شورای امنیت ملی آمریکا، تحریم پتروشیمی ادامه فشار حداکثری بر رژیم ایران است. جان بولتون: رژیم ایران باید 40 سال حکومت ترور را متوقف کند. مایک پومپو: سیاست فشار حداکثر با تحریم بخش پتروشیمی رژیم ایران ادامه پیدا کرد. شورای امنیت ملی آمریکا طی پیامی اعلام کرد کمپین به شدت مؤثر فشار حداکثری با نامگذاری صنایع پتروشیمی دومین منبع درآمد بالای رژیم ایران ادامه می‌یابد. خزانه‌داری آمریکا بزرگترین گروه پتروشیمی و شبکه وسیع شعبات و نمایندگی‌های فروش وابسته به آن را مورد تحریم قرار داد. سناتور تام کاتن، عضو ارشد سنای آمریکا، همزمان با خبر تحریم صنایع پتروشیمی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، طی پیامی از این تحریم‌ها استقبال کرد و گفت: بخش پتروشیمی ایران سپاه پاسداران را تأمین مالی می‌کند که تروریسم و بحران را در سراسر این منطقه می‌پراکند. با کاهش منابع مالی سپاه پاسداران، توانمندی آن برای نابودی هم کم می‌شود. جان بولتون، مشاور امنیت آمریکا، پس از اعلام خبر تحریم صنایع پتروشیمی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، طی پیامی گفت: رژیم ایران پولش را صرف حمایت و اجرای تروریسم می‌کند که برای اقتصاد ایران مشکلات جدی ایجاد کرده و مدام بدتر از این هم خواهد شد. دونالد ترامپ به رژیم ایران فرصت داده تا آینده‌ای بهتر را دنبال کند، اما این رژیم اول باید به 40 سال حکومت ترور پایان دهد. به دنبال اعلام تحریم بخش پتروشیمی رژیم آخوندی توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، مایک پومپئو، وزیر خارجه این کشور، این تحریم‌ها را ادامه سیاست فشار حداکثر بر روی رژیم ایران دانست. مایک پومپئو در پیامی گفت: فشار حداکثر بر روی رژیم ایران امروز ادامه پیدا کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا بخش پتروشیمی رژیم ایران را که تأمین کننده مالی سپاه پاسداران است، تحریم کرد. دولت آمریکا مانع دستیابی رژیم ایران به پولی می‌شود که برای بی‌ثبات‌سازی خاورمیانه به آن نیاز دارد. سیگال مندلکر، معاون خزانه‌داری آمریکا، در رابطه با تحریم صنایع پتروشیمی رژیم گفت: سپاه پاسداران به طور سیستماتیک در بخش‌های حساس اقتصاد ایران نفوذ می‌کند تا به خزانه خود بیفزاید و در همان حال درگیر در مجموعه‌ای از فعالیت‌های شرورانه دیگر است. حوالی ساعت 14 روز جمعه، بخش وسیعی از فضای سبز ارتفاعات لشکرک واقع در شمال شرق تهران دچار آتش سوزی شد. سخنگوی سازمان آتش نشانی رژیم در تهران گفت: در محل حادثه از بالاترین تا پایین ترین نقطه در ارتفاعات دچار حریق شده و با توجه به وزش باد بسیار شدید، آتش به سرعت به اطراف گسترش پیدا کرده بود. روزنامه الشرق الاوسط نوشت: یک فرمانده نظامی ارشد سوریه که ارتباط نزدیکی با رژیم ایران و حزب الله لبنان دارد، در السویدا در سوریه کشته شد. به نوشته این روزنامه، ژنرال جمال الاحمد در حالی از سوی شماری افراد مسلح هدف گلوله قرار گرفت که مشغول بازدید از منطقه بود. گفته شده این حضور در منطقه برای همکاری با یکی از نظامیان حزب الله به نام منیر النعیم، معروف به حاج هاشم، بوده است.